حملات پراکنده اعتلاف آمریکایی به کوبانی محاصره ادامه دارد. هواپیماهای اعتلاف آمریکایی بعد از سکوت سه هفته ای برخی از مواضع تکفیری ها را در اطراف شهر مرزی کوبانی در مرز سوریه با ترکیه بمباران کردند. همزمان با این حملات پراکنده شبکه آمریکایی CNN از قول چند مقام ارشد دولت آمریکا گفته کوبانی به زودی به دست داعش سقوط خواهد کرد اما این موضوع نگرانی مهمی برای ایالات متحده نیست مقامات آمریکایی تاکید دارند در هیچ شرایطی حاضر به مبارزه زمینی با داعش در عراق و سوریه نیستند این در حالی است که یگان تانک های ترکیه چند صد متر آن طرفتر از درگیری های کوبانی آرایش نظامی گرفتند رئیس جمهور ترکیه هم از لزوم حمله زمینی به سوریه گفته و اینکه اگر میخواهیم با داعش بجنگیم باید منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه و منطقه حائل در مرز ایجاد کنیم پیشنهادی که با حمایت رئیس جمهور فرانسه مواجه شد جان و فیلیپ هموند وزیران خارجه آمریکا و انگلیس هم امروز اعلام کردند آماده اند تا طرح ایجاد منطقه حائل میان سوریه و ترکیه را بررسی کنند وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده تحرکاتی به نام مبارزه با تروریسم برای سرنگون کردن حکومت‌ها غیر قابل قبول خواهد بود